به نام یاد خدا سلام بر شما، به خبر شش خوش آمدید. امروز دوشنبه برابر است با 11 ثور سال 1402 هجری خورشیدی. در آغاز نگاهی داریم به چند سرخط. آغاز نشست دو روزه دوحه درباره افغانستان. سخنگوی سازمان ملل گفته که حقوق زنان، حکومت همشمول، پیکار با هراس افغانی و قاچاق مواد مخدر از مسائلی هستند که در این نشست روی آنها گفتگو خواهند کرد. با عموم که طولی ناستی باید در افغانستان خلکو سر د همکاری و د مساعدت اسلامی مارا سر د رسمی و دیپلماتیک و روابطو د برقرار کولو، همدارنګه د افغانستان د خلکو جایگاه او ځای په ملګرو ملتونو کې د هغوی د تثبیت سي واقعي نماینده ته وسپارل سي. احتمال از سرگیری روند توزیع ویزه چین به شهروندان کشور. وزارت خارجه امارت اسلامی از آغاز روند توزیع ویزه چین تا دو روز دیگر برای شهروندان کشور خبر می دهد. چین ولسی جمهوریت سفارت چی په کابل کې میشته افغانانو ته د ویزو د ورک لړۍ په دریم دمی بیا پیلوي. رو آوردن برخی از دختران دانش آموز به مدرسه های دینی، اما شماری از این دانش آموزان از امارت اسلامی میخواهند که دروازه مکتب ها را بر روی دختران باز کنند. درست ما از طریق مدارس میتوانیم حافظ شویم، عالم شویم و علم و قرآن بیاموزیم. این که جاگزین تعلیم و تحصیل ما شده نمیتونه. ما از طریق مدارس نمیتوانیم که دکتر شویم. نگرانی کارگران در پایتخت از نبود کار. و کشته شدن رهبر داعش در سوریه. مشروع خبرهای ساعت 6 از طلوع و طلوع نیوز با من صبغه سپهر. نشست دو روزه دوحه به میزبانی دبیر کل سازمان ملل متحد آغاز شد. سخنگوی این سازمان در اعلامیه گفته است که حقوق بشری به ویژه حقوق زنان، حکومت همشمول، پیکار با هراس افغانی و قاچاق مواد مخدر از مسائلی هستند که در این نشست روی آنها گفتگو خواهند شد. در همین حال معاون سخنگوی امارت اسلامی میگوید که افغانستان انتظار دارد که در نشست دوحه درباره برچیدن تحریم ها و تعامل جهان با امارت اسلامی گفتگو شود. در این نشست نمایندگان ویژه کشورهای منطقه و جهان حضور دارند و رهبری این نشست را آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، بر عهده دارد. سخنگوی سازمان ملل متحد در یک بیانیه گفته است که هدف از این نشست دستیابی به یک تفاهم مشترک میان جامعه جهانی درباره چگونگی تعامل با طالبان است. دغه غونډه چې نن په دوحه کې پیل شوې ده، دا یو مشورتي غونډه ده. هغه هم د تړلو دروازو تر شا شلو هیوادو برخه پکې اخیستې ده. امکان لري چې یوې پریکړې ته سره ورسیږي چې دوی څنګه کولی شي د طالبانو سره یو تعامل ته ورسیږي. سازمان ملل متحد در اعلامیه گفته است که در مسائل همچون حقوق بشری به ویژه حقوق زنان، حکومت همشمول، پیکار با هراس افغانی و قاچاق مواد مخدر در آجندای این نشست قرار دارند. در این نشست افزون بر نمایندگان کشورهای دیگر، نمایندگان از ایران و پاکستان نیز حضور خواهند داشت. در نشست های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در راستای تأمین منافع ملت افغانستان و بازگرداندن آرامش و ثبات به این کشور، ما همواره نقش فعالی ایفا خواهیم کرد و در این زمینه هم همواره در همین چارچوب عمل کردیم. معاون سخنگوی امارت اسلامی میگوید که افغانستان انتظار دارد که در نشست دوحه درباره تعامل جهان با امارت اسلامی و برچیدن تحریم ها گفتگو شود. با عموم که طولی ناستی باید در افغانستان خلکو سر د همکاری و د مساعدت اسلامی مارا سر د رسمی و دیپلماتیک و روابطو د برقرار کولو، د افغانستان د خلکو هغه زیرمې، هغه پیسې چې په خارجي بانکونو کې کنګل دي، د هغوی د ازادېدو، د محدودیتونو د رفع کولو. هرچند امارت اسلامی به گونه رسمی حضور نمایندهش را در این نشست تا کنون تایید نکرده است، اما سهیل شاهین، رئیس دفتر سیاسی امارت اسلامی در دوحه، از دیدارش با مسئول بخش افغانستان و پاکستان، وزارت خارجه بریتانیا و نماینده ویژه چین برای افغانستان خبر داده است. شماری از شهروندان کشور از شرکت کنندگان نشست دوحه میخواهند تا مسئله حق آموزش و کار بانوان را در افغانستان در اولویت برنامه هایشان بگنجانند. آنان از پشتیبانان مالی افغانستان نیز میخواهند تا کمک های بشریشان را به مردم افغانستان کاهش ندهند. همزمان با این
شماری از پناهجویان کشور در نزدیک به 10 کشور در برابر اجندای نشست دوحه راهپیمایی کردند. بنفشه بینشن گزارش را آماده کرده. همزمان با برگزاری نشست دوحه درباره افغانستان، برخی از شهروندان کشور از شرکت کنندگان این نشست خواسته های گوناگونی دارند. شماری از بانوان با انتقاد از عدم حضور نمایندهشان در این نشست از سازمان ملل متحد و شرکت کنندگان نشست دوحه می خواهند که درباره سرنوشت حق آموزش، تحصیل و کار بانوان تصمیم عملی بگیرند. در این نشست که در دوحه قرار است برگزار شود، روی حقوق زنان افغانستان، کار زنان افغانستان، مشارکت سیاسی زنان افغانستان، دانشگاه و مکاتب بحث صورت بگیره، همچنان موجودات هایی که بالای خانما در افغانستان وضع شده اینا برکنار شود. برخی از شهروندان دیگر از کشورهای مددرسان می خواهند که به علت بحران بشری کمک هایشان را به افغانستان متوقف نسازند. هیله و توقع هم دغه ترې لرو چې د اسلامي امارت سره داسې یو تعامل ته لاره هواره کړي چې دغلته په افغانستان کې د ټولو خلکو حق او حقوقو ته خوندي واوسي. په کار داده چې زنانه هم تعلیم وکړي، ډاکترانې ضرورتو ته لرو، او انجونه چې اوس تعلیم نه بندې شي خو سبا دغه راتلونکی زمونږ دی، نو بل ملک ته محتاجه کیږو. دا ولس چې دی بیا کسه دی، او دا ولس چې دی په یو حکومت پسې اړه نه لري، نو دا باید موږ سره دغه مرستې رایلسي. در همین حال شماره از پناهجویان کشور پیش از برگزاری نشست دوحه در 9 کشور جهان به شمول آمریکا، آلمان، اسپانیا، برزیل، فرانسه، یونان، ناروی، سوئیس و پاکستان راهپیمایی کردند و خواهان برگرداندن حقوق شهروندان و تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان شدند. طالبان مردم افغانستان، خصوصا زنان افغانستان به گروگان گرفته که خودش نقض حقوق بشر پنداشته می شود. اما امارت اسلامی می گوید حکومت سرپرست خواهان روابط و تعامل نیک دیپلماتیک و اقتصادی با جهان است. امارت اسلامی افغانستان با تمام کشورها می خواهد روابط خوب، بهتر دیپلماتیک و اقتصادی داشته باشد. در این عرصه باید افغانستان را دستگیری کنند. این نشست مهم است برای از اینکه سرمنشی ملل متحد برای 2 روز روی افغانستان کار می کند همراه کشورهای عمده، اما پیچیده است به خاطر که بعضی کشورهای که بودجه زیاد برای کمک به افغانستان داشتن آستا آستا می خواهند که کمک خود کم کنند. نشست دوحه برای 2 روز درباره افغانستان ادامه خواهد داشت و در این نشست دبیر کل سازمان ملل متحد و نمایندگان ویژه بیش از 20 کشور جهان برای افغانستان شرکت کرده اند. برخی از رسانه‌های پاکستان گزارش دادند که امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه امارت اسلامی برای گفتگو درباره مسائل گوناگون به پاکستان سفر خواهد کرد. این رسانه‌ها به نقل از برخی از منابع دیپلماتیک گفتند که سرپرست وزارت خارجه امارت اسلامی به روز جمعه همین هفته برای 4 روز به پاکستان سفر میکند و با بلاول بوتو زرداری گفتگو خواهد کرد، اما تا هنوز وزارت خارجه امارت اسلامی در این باره چیزی نگفته است. دا با پاکستان تا د امیر خان متقی دویم سفر وی، او هغه د طالبانو د حکومت وروسته بیا د نومبر په میاشت کې پاکستان تا راغلی و زما خیال چې څومره تګ راتګ وی نو ګټه وی فرصت وی دواړو غاړو ته، ځکه ځینې مسلې شته. وزارت خارجه امارت اسلامی از آغاز روند توزیع ویزه چین تا 2 روز دیگر برای شهروندان کشور خبر می‌دهد. معاون سخنگوی وزارت خارجه می‌گوید که درخواست کنندگان ویزه سر از 3 ماه می سال روان میلادی می‌توانند برای گرفتن ویزه چین درخواست دهند. از سوی هم شماری از بازرگانان می‌گویند که برای گرفتن ویزه با چالش‌های فراوانی روبرو‌اند. میترا مجیدی جزئیات می‌دهد. وزارت خارجه امارت اسلامی میگوید که سفارت چین در کابل تا کمتر از 3 روز دیگر روند توزیع ویزه را برای شهروندان کشور از سر میگیرد. معاون سخنگوی وزارت میافزاید که چین به علت شیوع ویروس کرونا محدودیت های ویزه را برای برخی از کشورها به شمول افغانستان وضع کرده بود، اما انتظار می رود تا کمتر از 3 روز دیگر روند توزیع آن دوباره از سر گرفته شود. د چین ولسی جمهوریت سفارت چې په کابل کې میشته افغانانو ته د ویزو د ورکړې لړۍ په 3 د می بیا پیلوي. از سوی هم شماری از بازرگانان میگویند که برای گرفتن ویزه با چالش های فراوانی روبرو هستند. ویزو د تجارانو خصوصا سرمایه‌گذارانو لپاره مشکل لري،
سفارتونه په اسانه ډول ویزه نه ورکوي، که ورکوي هم په ډېر لوړ قیمت باندې چې تقریبا له بعضې سفارتونو چېرته ویزې ورکوي $15,000-$16,000 پورې اخلي. زمونږ له مسؤولو چارواکو او اړوندو ادارو څخه هیله او غوښتنه دغه ده چې دغه ستونزې او مشکلات چې د ویزو په برخه کې افغان تجاران ورسره لاس او ګرېوان دي، دې ته د حل یو مناسبه لار پیدا شي. از سرگیری توزیع ویزه در حال در کشور انجام خواهد شد که برخی از کشورها به شمول ایران، پاکستان، امارات متحده عربی به شهروندان کشور ویزه صادر می کنند. اما بسیاری کشورها به علت به رسمیت شناخته نشدن امارت اسلامی صدور ویزه ایشان را به شهروندان کشور از سر نگرفتند. شماری از دانش آموزان دختر برای فراگیری آموزش به مدرسه های دینی رو آوردن. این دانش آموزان می گویند که پس از بسته شدن مکتب های متوسطه و لیسه های دختران به مدرسه ها می روند و علوم دینی را فرا می گیرند. شماری از این دانش آموزان از امارت اسلامی می خواهند که دروازه مکتب ها را برای دختران باز کند. مبشره 18 ساله صنف 12 همه مکتب است و اکنون در این مدرسه علوم دینی را فرا می گیرد. می گوید که پس از بسته شدن مکتب ها به این مدرسه آمده است. درست ما از طریق مدارس می توانیم حافظ شیم، عالم شیم و علم قرآن بیاموزیم. این که جاگزین تعلیم و تحصیل ما شده نمی تانه. ما از طریق مدارس نمی توانیم که دکتر شویم. در مدرسه تنها ما می توانیم که حافظ شیم، عالم شویم، می توانیم که خدا بشناسیم، خدای ما را بشناسیم. شماری از این دانش آموزان با انتقاد از بسته ماندن مکتب های دختران خواهان بازگشایی مکتب ها برای دختران هستند. نزدیک به 600 روز میشه که دروازه های مکتب برای ما بسته است و ما نمیتونیم حضوری به مکاتب داشته باشیم. من بسیار خوشحال هستم که من در مدرسه میایم و آموزش های دینی میبینم. اما از این که درهای مکاتب برای ما بسته شده یا پنتون کورس ها بسته شده خیلی ناراحت هستیم. از سوی هم وزارت ارشاد حج اوقاف میگوید که 6000 مدرسه دینی به گونه رسمی در این وزارت ثبت هستند، اما این وزارت درباره مدرسه های دختران جزئیات نمیدهد. 6000 مدرسه د زدکړو زموږ سره د هغه دی ثبت. شماری از فعالان حقوق زن به این باور هستند که دامه محدودیت ها در برابر زنان و دختران نصاب آموزشی و تحصیلی کشور را زیان خواهد زد. بسته ماندن مکاتب و بسته ماندن دروازه دانشگاه ها یک ضربه سنگین و یک ضربه محکم به پیکر معارف وارد کرده و یا و این واقعا نشان دهنده ازی است که جامعه افغانستان فلج به طرف فلج شدن روان هست. ما نیاز به دکترها داریم در وطن ما نیاز به متخصصها داریم. وقتی که در دختر درس نخواند چه قسم میتونه که یک دکتر موفق شود، چه قسم میتونه به جامعه خود خدمت بکنه. بیش از 40 روز میشود که سال تعلیمی جدید آغاز شده، اما تا هنوز مکتب های متوسطه و لیسه برای دختران باز نشده است. برخی از بازنشستگان بار دیگر از پرداخت نشدن حقوقشان انتقاد میکنند. آنها میگویند که اگر تا 2 ماه دیگر حقوقشان پرداخت نشود دست به اعتراض های خیابانی خواهند زد. با این همه وزارت مالیه میگوید که حقوق بازنشستگان در بودجه سال 1402 گنجانیده شده است. یعقوب شاه یکی از کارمندان پیشین فرماندهی ولایت بلخ بود و از سالها به این سو بازنشسته شده است. میگوید بیشتر از 3 ماه می شود که از بلخ برای گرفتن حقوقش به کابل آمده است، اما تا هنوز حقوقش را دریافت نکرده است. این پیرمرد دور از خانواده اش در یکی از مسافرخانه ها در شهر کابل بود و باش میکند. حتی کمپل که ما شوارم میپوشیم در وقت استراحت کمپل خودم فروختم. دیگه چیزی خودم را از بالا شروع کردم تا کمپل که ما شوارم خودم در استراحت میگم همون باور به خدا کنید که ما فروختم. نه 8 نفر از آزای فامیل دارم. هر روز میمید در مسافرخانه از هتل دیگه. همزمان با این شماری از بازنشستگان هشدار می دهند که اگر امارت اسلامی تا 2 ماه دیگر حقوقشان را نپردازد راه پیمایی سراسری خواهند کرد. اگر ما را تقاعدی نتن ما مجبور مکلف هستیم که دست به تظاهرات بزنیم. مجبور هستیم یک حرکت های گسترده مدنی را ما را بندازیم. مجبور هستیم حقوق ما است. از ما چی ما گشته است. ما ایرا خیرات نمی خواهیم. ناتوان هستیم. اگر داشته باشیم چرا اینجا بیاییم مستجم شویم که مردم بیچاره سرگردان شوند، لالان شوند. ما از خود فامیل داریم، عیال داریم، اولاد داریم.
از سوی هم سخنگوی وزارت مالیه اطمینان می‌دهد که در بودجه سال مالی 1402 برای بازنشستگان بودجه لازم در نظر گرفته شده است. د مالیه وزارت د مشرتابه محترم مقام و هدایت انتظار دی چې هر ډول هدایت راځي د هغه مطابق به موږ خپل چاري شروع کوو. د یادونې وړ ده چې د 1402 کال په بودیجه کې هم د متقاعدینو دپاره خاص تخصیص مد نظر نیول سوی دی. بر بنیاد آمارهای وزارت مالیه در حال حاضر بیش از 149,000 بازنشسته که بیش از 10,000 آنان بانوان هستند حقوق سالانه خود را به دست نیاوردند. به ادامه خبر 6 باز هم خوش آمدید. همزمان با روز جهانی کارگر، شماری از کارگران در پایتخت از نبود کار شکایت دارند. این کارگران میگویند که به علت بیکاری با چالش های فراوان اقتصادی روبرو هستند و امارت اسلامی باید زمینه کار را برای شهروندان کشور فراهم کند. از سوی هم وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت اقتصاد میگویند که برای تمامی شهروندان کشور زمینه کار در بخش های گوناگون فراهم خواهد شد. آمنه حکیمی. روز اول می روز جهانی کارگر است. امسال در حال از این روز گرامی داشت می شود که بسیاری از خانواده ها به علت بیکاری در افغانستان با چالش های گوناگون اقتصادی روبرو هستند. صدیق الله از بهر پیدا کردن نان برای خانواده اش در این بخش از کابل کار می کند. گاهی در سرک می گردم کار پیدا نمی شود. 20 تا 30 تا بیگر او هم ساعت چهار نشود. دیگر ما بخاطر مزید کراچی می گردم کار می کنم. این کارگران که از بام تا شام در انتظار کار هستند میگویند که بسیاری از روزها دست خالی به خانه برمیگردند. شمار از این باشندگان کابل از امارت اسلامی میخواهند که زمینه کار را برای آنان فراهم سازد. بیکاری به خدمت جهان رسیده، مردم بسیار پریشان است. از صبح تا 12 بجه تا 4 بجه مردم دینیم سر چک میشنه باز از دست خالی میره طرف خانه خود. یک روز کار میکنم 30 روز بیکار است. کار نداره، داد نداره، اینجا خانه نیست. در همین حال وزارت کار و امور اجتماعی میگوید که در بیش از 150 مرکز فنی و حرفه‌ای برای جوانان حرفه‌های گوناگون را آموزش میدهند و سالانه بیش از 20,000 تن وارد بازار کار میشوند. در برنامه که امسال پیش رو وزارت کار دارن، اونا میخواهند که اینمی مراکز بسطی ولسوالی هم اضافه بکنند. از سوی هم وزارت اقتصاد میگوید که با راه اندازی پروژه های بزرگ اقتصادی و آغاز کار پروژه های نیمه تمام و تقویت صنایع کوچک و متوسط زمینه کار به شهروندان کشور فراهم خواهد شد. در سال جاری تلاش ما است که از طریق تقویت صنایع کوچک و متوسط و همچنین راه اندازی پروژه های کلان اقتصادی و پروژه های نیمه تمام، پروژه هایی که عایدساز است، برای نسل جوان ایجاد اشتغال کنیم. گزارش سازمان جهانی کار در سال 2022 میلادی نشان می‌دهد که 900,000 تن در افغانستان بیکار شدند، اما پس از آن زمانی که کار بانوان در نهادهای غیر حکومتی از سوی وزارت اقتصاد به تعلیق درآمد، شمار بیکاران در کشور از این هم بیشتر شده است. و همین ترتیب در اینجا رسیدیم به پایان خبر 6. از همراهیتان سپاسگزارم. شب روز بخیر. خدا نگهدار.